سیاست دوگانه. موزه ملی عربستان با عنوان المتحف الوطن السعودی با هدف معرفی آثار تاریخی و فرهنگی این کشور در شهر ریاض افتتاح شد. در این موزه عظیم و مدرن تالاری وجود دارد به نام تالار تاریخی ملک عبدالعزیز که در آن تمام وسایل شخصی پادشاه و مؤسس دولت آل سعود نگهداری می شود و هر روز تعداد بسیار زیادی از توریست ها و علاقمندان از این آثار بازدید می کنند. این وسایل شامل تفنگ، خودروها و مهر مخصوص پادشاه می باشد که همگی با دقت و وسواس زیاد نگهداری می شود. در کنار این وسایل کتاب ها و قرآن پادشاه و احکامی که از او صادر شده نیز وجود دارد. از همه جالب‌تر این است که یک صندلی سبز رنگ در این تالار وجود دارد که پادشاهان سعودی در زمان بازدید از شرکت نفت آرامکو بر روی آن می‌نشستند. سیاست دوگانه آل سعود زمانی چهره خود را نشان می‌دهد که محل ولادت پیامبر گرامی اسلام در شهر مقدس مکه به بهانه ساخت کتابخانه تخریب می‌شود و اثری از آن باقی نمی‌ماند. آل سعود در حالی از وسایل شخصی پادشاهان خود مراقبت و محافظت می کنند که مهمترین آثار اسلامی که به عنوان میراث مشترک تمامی مسلمانان شناخته می شود را به صورت برنامه‌ریزی شده و از روی عداوت تخریب می کنند که تخریب حرم ائمه بقی مهمترین نمونه از این اقدامات است.